با سلام دوستان گرامی، صاحبان زر و زور به شدت به وحشت و هراس افتادند، چیزی که موجب تکاپوی شدیدشون شده. از این وحشت دارند که بیان حقایق تاریخی موجب از هم پاشیدگی سیستم اهریمنیشون بشه، سیستمی که بیش از 42 سال مملکت ما رو تاراجش کرده و هر روز هم تعدادی از مردم بیگناه ایران رو برای خرسندی شیطانشون ذبح میکنند. همینه که مشاهده میشه تاریخ شفاهی که تهیه شده و پخش شده در بیان حقایق تاریخی به شدت مورد حمله قرار گرفته و در ایران به شدت داره فیلتر میشه تا از دسترس خارج باشه، که البته اینجوری نیست که قابل دسترسی نباشه. اون چیزی که مردم باید بشنون رو میشنون و قطعا به دستشون رسیده. به هر صورت چه دلیلی داره که تاریخ شفاهی این چنین لرزه بر اندام این ظالمین دجال صفت انداخته؟ از چی وحشت دارن؟ درسته همه میدونیم که دهه ها هستش این مستبدین ظالم ضد دین، کمونیست های در لباس آخوندی ظاهر شدند، سعی کردند تاریخ رو وارونه نویسی بکنند و ورژنی که باب پسند خودشون هستش رو در جامعه جا بندازند. با بیان حقایق تاریخی سرمایه گذاری دهه های این افراد به خطر افتاده. در اینجا خودشون در پست های متعددی اشاره می کنند. توجه داشته باشید به اشاره حضرت آقای مجذوب علی شاه به امر ایشون، مکاتب طریقتی که پیشترها تعداد زیادی هواخواه داشت به هر حال بیرونق شدش. بعد از اینی که حضرت آقای مجذوب علی شاه امر به برگزاری کنفرانس های همایش های شاه نعمت الله ولی نمودند، که این امر موجب شد حقیقت خودش رو نشون بده و اون افرادی که دستشون خالی بود، دست از پا دراسته، مجبور شدن برن کنج خونهشون بشینند و کارشون رونقش رو از دست داد و سرمایه هایی که براشون صرف شده بود به هدر رفت. حالا هم از همین وحشت دارن که همون اتفاق به همونو برای خودشون بیفته. برای همینه که میبینید که صفحه اطلاعاتی بچه بسیجی هزار چهره رضا تابنده از یه طرف، اون مدعی اپوزیسیون فیک که در واقع شعبه‌ای هستش از صدا و سیما در آمریکا از طرف دیگه، اون آخوند مدعی قطبیت از طرف دیگه، و یا اون طلبه بی عبا دعانویس رضا تابنده، و یا این گروه ها، و یا همون پلتفرم های وزارت اطلاعات و فرق وعدیان، همشون همسو با هم همون حرف های همدیگر رو تکرار میکنن. یعنی مثل یک توپ فوتبال که به همدیگه پاس میدن تو زمین خودشون. دائما میگن که چرا از ارتباطات بین سلسله گنابادی و حکومت پادشاهی ایران صحبت میکنید. این موجب ایجاد خطر میشه برای سلسله. چه خطری داداش؟ چه کاری هستش که شما اهریمن پرستا نکرده باشید با سلسله گنابادی؟ اماکنشو با بلوزه با خاک یکسان کردید، دراویش رو زندانی کردید، یه تعدادشون رو موقوفات رو در اختیارشون گذاشتید، یه مقدارش هم خودتون بالا کشیدید. اون 3-4 تا چپاولگری هم که به هر حال یه اسم و رسمی داشتند، اونها هم با شما همراهی کردند و خودشون منافع خودشون رو در همکاری با شما به دست آوردند.
مثل اون محمد تابنده که اموال سلسله را چپ و غور کرده، یا رضا تابنده که در اماکن متعلق به شما در کانادا در رفت آمد هستش و مخارجش رو داره میدید، یا برادر دهندریدش تو ایران که مفت و مجانی داره زندگی لوکس و لرده میکنه بدونه که زحمتی بکشه. بیار و بیار میچرخه. شما میخواید سلسله گنابادی رو بی اعتبار کنید، بدنامش کنید. برای همین هم هست که یک سیستم حکومتی رو برای کنترلش تحمیل کردید و خب یه تعدادی هم با شما کنار اومدن سر این قضیه. حالا مهم نیست که اونا چند نفرند، اساساً یه تعداد معدودی هستند. اکثریت این وسط نمیدونه حقیقت چیه و شاید هم میدونه حقیقت چیه ولی نمیخواد حقیقت رو بیان بکنه، از وحشت اینی که براش ممکنه یه سری پیامد داشته باشه. به هر صورت عجیبه که صلاحی همون چیزی رو مینویسه که رضا تابنده میگه. رضا تابنده همون چیزی رو مینویسه و میگه که ریستارتی میگه. ریستارتی همین چیزی رو میگه که صلاحی میگه. یعنی با همدیگه میچرخیم. یه رینگ درست کردیم با همدیگه این توپ رو پاس میدید. وقتی که میرن تبلیغ رئیسی رو میکنن، تبلیغ روحانی رو میکنن، میگه در انتخابات شرکت کنید، قوانین حکومت روی رعایت کنید، موضوع سر همینه. یعنی شریک در جرم هستند و مسئولیت دارند و با بیان این حرف ها میخوان به اعتبار تصوف و عرفان در جامعه آسیب برسونند. خب همه مردم ایران امروز به یاد گذشته هستند، برای اینکه امروز میدونن که چی داشتن که از دست دادن و به جاش چه چیزی دریافت کردند. تنها ولی حی همون گونه که حضرت آقای مجذوب علی شاه به لسان مبارک خودشون بیان فرمودند، حضرت آقای درویش وارسته هستند و ما مطیع ایشون هستیم و بازگویی حقایق تاریخی ادامه داره، چه شما خوشتون بیاد چه خوشتون نیاد. ممکنه سود رضا تابنده در این نباشه، ممکنه سود محمد تابنده و رحمت الله در این نباشه، ولی سود شخصی شما همکاران اهریمن و همکاران دجال در اینجا لحاظ نمیشه. اینجا صحبت سود و زیان ملت ایران مطرح هستش. با سپاس.